ببخشید جناب سروان، شما با همین لباس تشریف میخواییم ببرید عروسی خودتون؟ مگه ایرادی داره؟ نه ایرادی که نداره، ولی خب تو محل ما رو اسم همه کت و شلوار میپوشن میره. خب این کت و شلواره دیگه. نه میدونم کت و شلواره، میدونم کت و شلواره، ولی خب کت و شلوار دامادی آخه هر کسی یه عقیده ای داره. خب من میگم یکم به رنگ بیاد قشنگ تره، جالب تر میشه. میدونی چیه جناب سروان، همه تو محل ما رسمه که گفتم یکم اونجور دخترای اینجا با فرهنگ شما نمیخونن، شما همیشه یک مقدار با کلاسی، دخترای اینجا بایستی برای خودشون شوهر کنن، با آدمای اینجا بچه بزن، تو بجار کار کار کنن. سخته البته، خب تو هم که حرف میزنی می میگی، نظر خودمو دارم. بله فرمودید شما، ولی خب هر کسی یه عقیده ای داره. منم به هر حال اینجوری میگم، عرض میکنم خدمتتون که جلوی ذره رو هر وقت هر جا که بگیری منفعت کردی. بله اوه بله 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 اون کیه بره باشد. هیچی هیچی، شما کار خود. خب حسن آقا اینجا کجاست؟ دفعه پیش از این را نیومدی. آفرین، خوب سوالی کردی. اینجا دارم تو رو میبرم یه جایی که جنگل طبیعت، برای خود نگاه کنی، هم میانبوره که زودتر میرسی. آمده شیرنی ببرید، سراب شیرنی ببرید. سلام. 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 خوب آمین؟ ما خواستیم از شما بپرسیم، نهیدین شما؟ امید؟ نیست؟ کجاست این پسر آره؟ چی شده؟ چیزی مهمی نیست شده. آقا بهنام یه تلفن این دوره بر میتونم پیدا کنم؟ مغازه مشرعیم 10 کیلومتر اون برتره نیست. حس شیشم هم به هم میگه اتفاق بدی برای آقا داماد افتاده. آقای آجوری چرا نفوس بد میزنید؟ نفوس بد چیه؟ حتما دزدیدنش. وای خدا نکنه، هر جا باشه همین الان ریسک داره خطا. بابا شما چرا دیر اکو دیدی؟ نیم ساعته که آقا منتظر شما. بجنبید بجنبید بجنبید. آقا جان من مطمئنم که اونا از تاریکی شب استفاده کردن و داماد رو دزدیدن. کی میاد مرد گنده بدزده؟ همونایی که اصرار داشتن عروسی تو شمال باشه. یعنی من و مادرم و اینا اونا اونا بله همشون. تو شم پلیسیت اصلا خیلی ضعیفه. مال شما هم است که خیلی قویه. قوی؟ بله. اومدی ها؟ خوش اومدی. اگه پیغام ها رو نگرفته بودی از جون من چی میخوای؟
هیچ. پستمو خالی کنم. ببینی؟ لباسای خوشگلی پوشیدی. مگه نه حسین؟ آره خیلی قشنگه. بوی خوبی هم میدی. حالا خوشگلتر شد. مگه نه حسین؟ آره تنها گفتن. فکر میکردم مثل دو تا مرد حرفمون رو با هم زدیم. حرف آخر من بهت زده بودم. بزدم تا حالا عصبانیت دریایی شنیدی؟ چیه دریایی؟ چی کنن هلی؟ برو بگیرش یا خمی چشم بدن هلی برو تو بشه شب قایدی هلی. بروشو بیایی اوره بوشهری اوره من بیدم بوشه طرف جنگل هر جوری واسی باید اینه پیدا بکنیم. خوبا اینا باید محمود آقا خانه میان بده. یه صحبت خونه خون ریزی که نبو برزی عجب حکایتیه. یه تو آدم دوستی مگیری دنبال شر گردی آبوری هرچی بچه محل تو بردی من بردم یا تو ریا عجب حکایتیه. من سکت بس من ازنی من ازنی حالا دینی حالا دینی. باشه اینو می‌خوریم. باجو گرام می‌کنی. هر جا باشه پیدا می‌کنی. دقیقه دیگه شما تحمل کن. آرزو، بیای، کار دارم. چیکار داری؟ همه چی مشکوک. اینم از عروسی دریایی. امید امید دوست دیدن آهای کسی اینجا نیست من گم شدم هر جا هستی بسته که فایده نداره من امشب عروسیمه بزن برم محاله بذارم بری من دختر خالمو میخواستم اما تو همه چیز خراب کردی تو خودش تصمیم گرفت چرا نمیفهمی حرف مفت نزن هر جا هستی واسه اگه با زبان خوش بری کمکت میکنم که بری هیچ بلایی هم سرت نمیاد تو لازم نکرده دلت واسه من بسوزه فقط بذار من برم به هیچ کس هم چیزی نمیگم آه Ne yapıyorsun?
داماد چون بابا صبر کنید یه خورده دامادم پیداش میشه یه خورده صبر کنید بابا عزیزان صبر کنید آرزو ها اونا رو با این مشو دزیدن یعنی شما یه حسین آقا یا پایمینم سلام علیکم به خدا تقصیر ما نبودیم پسر برزو ما رو زور کرد که این ملوانه رو بدوزید ملوان نو افسر شاکرم این منو زور کردیم پسرها رو بدوزیم ببریم توی کلبه کدوم کلبه؟ آه میگه کدوم کلبه؟ کلبه محمود آقا دیگه باره این میخواست اینو بکشه گردش خسته می کلبه میان؟ آقا میگردم بچ کنه میگردم بچ کنه که حتی بازده آقا خون جلوی چشاش گرفته بود با دست دویده بود دنبال این پسره غلط کرده غلط کرد آقا غلط کرد منم غلط کردم خدا به دادت برسه چش. واقعا خدا به دادت من نوکر شما مواظب خودتون باشین برزو رو مواظب باشین از خود نادانی کردیم حالا چی میگی پهلوان؟ دیدی چوب خدا صدا نداره؟ حالا تا صبح برای خود اینجا بمان پام پیچ خورده زخمی هم شدم اینه معرفت بچه های شما دیگه من فکرم تو واقعا عاشقی هستم از تو بچه اقیانوس بیشتر هستم نه نیستی دیگه اگه عاشق بودی میفهمیدی هیچ عاشقی دوست نداره محبوبش زرج بکشه اگه فکر میکردم آرزو با تو خوشبخت میشه خودم میکشتم کنار اینو باید بدونی آدم های عاشق اول سعادت طرفشونو میخوان نه خودشونو خیلی لفظ قلم حرف میزنی بچه اقیانوس با همین حرفت دختر خاله ما رو گول زدی ها؟ اما سر من یکی رو نمیتونی شیره بمالی اگه اینطوری فکر میکنی خیلی خب تو هم برو تا صبح همینجا میمونم جون میکنم اینا بعدا فرار کردن رفتن طرف جنگل عجب بدبختی شدم آقا به خدا قسم همینجا اوه درد نزن اون خودش رفتن طرف جنگل یواشتر بابا بدبختی شدم آقا آرزو امیده بر تو برزو وای با حالت اگه بلایی زرش اومده باشه فهمیدی ببخشید من خیلی خوشحالم که جوانای وطنمو توی که از این شهرهای شمال دارم میبینم بعضی از این آقایون و خانوما از من پرسیدن تو چطور هنوز این کلا و این قوا و این ریخت رو داری؟ مال که کجایی؟ گفتم خب من امیر هوشنگ آجرلو مفتش معروفم بیان شما رو بردارم ببرم تو اداره آگاهی و عکس همه کساری که خلافکار بودن مجرم بودن و من دستگیرشون کردم عکسشون اونجا ببینید
حالا من دنبال یه نفر بودم به نام رشید خان. هم یه جورایی مثل ما خولی ها، یه دقیقه پیش میخواستی بکشی، حالا میخوای نجات هم بدی. بچه های شمال مرام دارن. حق داری، خیلی سخته. شاید منم جای تو بودم همین کار میکرد. باش پاشو، تا دیر نشده و منم پشیمون نشدم تو رو طلب جاده برسونم، حتما دلواپست شدن. خیلی دوستش داری؟ دوست داشتم. راستی اسم چی بود؟ امید پرتو، افسر سوم کشتیرانی هستم. به دنیای شیرین دریایی خوش آمدید. ببین همه آدم ها یه جوره دریایی هم شام یه جوره چی دیگه. بریم باشو، بریم بریم که من خیلی دیرم شده. اون از سلان هنوزیم اونش آخ بپا بپا موازه خوش، موازه هم خوبه. از این طرف برزو شرمنده. خواهش زحمت شد. ببخشید. بپا 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 نخور. بریم. به کدوم باری بریم؟ اینجا بسه بسه من بپا. یه ماشین داره میاد. عروس خانم. بیاین. دیدید گفتم اینا اینجا. دیدید گفتم. بیاین شما. سلام. سلامتون کن بابا. خیلی ممنون. چه وضعیه؟ یه شوخی دریایی بود فقط، همین شوخی. داشتیم سکته میکردیم. تو اقلی مهندس 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 بری آقا. بابا آقا برسی گفت تو محل شما رسمینه شب عروسی دومادو میدوزن لباسشو پاره میکنن، یه خوره گریش میکنن به خاطر این عروس خانم غافلگیر بشه. همین مگه رسم نیست؟ بخند دوباره. اون عجب حکایتیه. بخند دیگه. آفرین آفرین آفرین. سلام. این چه قیافیه پسر جان؟ قصهش طولانیه. یعنی آقا تو چیکار کردی؟ آقا تو اتاق پشتی داره ما مهمون آقا امید و آقای آلجون رو داره صحبت میکنه. کی؟ مهمونای تو. من مهمونم کیه؟ مهمون فکر کنم سینا اومده. بابا اول اینا ببرین ثروتش درست بکنی که آقای عاقد از قیافش وحشت نکنه. ببرین ببرین. سلام علیکم. توتر توتر.
بگیر. یواش یواش. یواش. حالا آروم. آروم آروم بسی. بارزو. نخواهیتی خاله دختر عروسی میان بسی؟ نه ترسم مهمانه رو ناراحت کنم. چی میگه؟ ترسم مهمونه ناراحت بشه. حتی من اگه ازت بخوام؟ ما مخلص شما هم هستیم. بیا بابا بیا. ببین قول بده اومدی تهران یه راست به خونه ما، یه خونه کوچیک دریایی. باشه؟ باشه بچه اقیانوس. خیلی بچه خوبی آقا برزو. ماهه اینا بگه یک رونمایی به امون داد که دستکشا رو من دستم کنم. نه خودم دستم کنم. دستم کنم. بیام بریم سویه. بریم. سلام کاپتان. سلام. تبریک میگم به آقا. سلام عرصی. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ بهنام صبوری برادر آرزو، کاپتان مهراب فرمانده کشتی ما هستم. جدن فرمانده کشتیتون هستم. منم مهندس کشاورزی هستم. خوشحالم. خیلی خوش آمدید قربان. کاپتان من اصلا فکر نمی‌کردم شما تشریف بیارید. چرا؟ تو خودت منو دعوت کردی یادت رفته؟ نه میدونم اصلا فکر نمی‌کردم شما افتخار رو تشریف بیارید. خب حالا میتونم برگردم. لابد با شنا. نه با شما. من میوه بیارم. خیلی باحاله. آرزو. بله. آرزو همسرم. سلام. کاپتان مهراب فرمانده کشتی ما. خیلی خوشبختم عزیزم. سلام خانم. براتون یه زندگی پر از خوشبختی آرزو میره. خیلی ممنون. ضمناً شما میتونین ماه عسلتون رو با کشتی روی دریا بگذرونین به دعوت من. وای! یه ماه عسل دریایی کازه کاپتان. چقدر رویایی. مادر کجاست؟ مادر خطبه رو که خوندن از در رفتم بیرون. بیرون؟ بله. بیرون برای چی؟ مادر! من برم مادر پیدا کنم. گریه میکنی؟ شب عروسی من، پسرت داره گریه میکنی؟ اشک شادی خوشحالی مرد شدن توی از امشب تو دیگه دهنها متعلق به من و خاطره هم نیستی. ساعت یادگاری پدرت خوشبخت بشی بسن. یه ماه عسل دریایی، چیزی که همیشه آرزوشو داشتم.
فردا شب همین موقع وسط اقیانوس. وای خدای من چقدر رویاییه. شروع شد. چی؟ زندگی مشترک یه زوج دریایی. زندگی مشترک یه زوج دریایی. من باید اینو فریاد بزنم همه بفهمن. آمین. شروع یه زندگی مشترک دریایی. داری اسکله رو ببینیم؟ بله کاپیتان. بیا اونجا ما پهلو میگیریم. وای چقدر زیباست. خدای دلت میخواد امیدو ببینی؟ دنبال امید میگردم کافتی. اونو بده به من. برو تو عرشه میام نشونت میدم. چشم. سرعتمون چقدره؟ سرعت 12.6. خب؟ خب 11. دلت میخواد امیدو ببینی؟ بله کافتی. نبگی؟ اونا اون پایینه. آقای پرتو، آقای پرتو، بالا، بالا. آمین! Stop up. Stop up. Stop up.
فعلی که معطل نشد. نه قربان هست. چکر. خب کاپیتان، برسات خیلی ممنون از این یه گزارشی دارزدان تو این سفر با ما باشه. فکر کنم براش خیلی خوب و جذاب بود. واقعا دیگه دارم کم کم قانع میشم که زندگی با دریا چقدر هیجان انگیز و جذابه. میدونی؟ یعنی اینقدر زیباییاش هیجان انگیز هست که آدم به خاطرش دلتنگ خانواده‌اش نشه. شنیدی که کاپیتان فکر میکنه آره آره فکر میکنه همیشه از این خبرهاست. نه این فقط به خاطر حضور شما بوده. یه لحظه منتظر من میمونی؟ بله خواهش میکنم. همین کاراش اعصاب آدم خورد میکنه دیگه، هی کارهای مرموز و مشکوک. امید خب لابد کار شخصی داشتن، خب اینقدر بدبین نباش دیگه. خب اگه کار شخصی داشت الان همه با هم بودیم انجام میداد دیگه. وقت به من میگم فوزو. به تو چه بود نمیخواد بفهمه چی کار داری؟ اصلا اینجوری نیست ولی حس من یه چیز دیگه میگه. آه تازه یه اسم فوزولی شده حس. میتونیم بریم. خیلی که بعتل نشدیم. نه خیلی خواهش میکنم. با اجازه. صاحب خونه. ایوا سلام. میبینم که شما آب و جارو کردین. سلام مهتابی. شما مشغولین؟ بله، بالاخره دارم برمیگردم. اما این دفعه به اندازه یک سال طول کشید. مثل اینکه وقتی دو نفر میشن دلتنگیشون هم دو برابر میشه. آخه، راست میگی. من و بهنام هم خیلی جای خالیشون رو حس میکرد. خب، بیا تو یه چای با هم بخوریم. نه، باید برم. اومدم بهتون بگم که فردا که بچه ها آمدن، همه تون خونه ما دعوتی. نه، شما بیاین اینجا. چون از این به بعد اینجا خونه آرزو هم هست. بله معلومه، ولی میدونی فرو خانمی فرق میکنه، فردا پاگوش هست، اگه بیای خیلی خوشحال میشی. میدونی چیه مهتاب؟ من خیلی خوشحالم. همیشه دلم میسوخت که امید تک و تنهاست، حالا میبینم یه برادر و خواهر خوب پیدا کرده، خیلی خوشحالم. ما هم همینطور. پس فردا میای؟ آره، ولی به شرطی که بهنام خانو تو دردسر پخت و پز و سبزی پاک کردن اندازی. چشم، قول میدم. پس فعلا باید خدافظ. اینم امیدلند منه. چطوره؟ اینجا که واسه زندگی کردن انتخاب نکردی امید. اگه تو بخوای چرا که نه. میگم نمیدونم چرا به نظر میومد که یه جورای سرسبزتر باشه. راستش به خاطر بافت مرجانی جزیره یه خورده، یعنی یه چی توش رشد نمیکنه. خیلی فقط یه دونه نخل اونجا هست. نگاه کن اون بالا رو. نمیبینی چشم. خب ببین اینجوری باید دست اینجوری کنی ببینی. ببین؟ آها. ای وای راست میگی. وای امید چقدر خوشگله. یه دونه نخل بالا. ببین این زهرا نمیدونی چه سایه‌ای میده. حالا خوبه این است. ولی میدونی چیه؟ اصلا از همه مهمتر اینه که اینجا بالاخره یه قسمتی از دنیاست و و و و و اینکه کشف توه. پس دوستش داری ها؟ پس پیش به سوی یک نهار دریایی در پایان یک ماه عسل دریایی. موافقی؟
مهتاب این ریزیش خوبه؟ نه بابا، هنوز درشته. بعد هر کدومش یه پنجم اینا باشه. یک پنجم؟ چقدر میخواد ریز بشه؟ بابا من اون سری همین قدی خورد کردم. اون واسه آش بود حضرت آقا. این مال خورشته، فرق میکنه. پس لاغه بزنید دستکشار در بیارم. جونه میتونم کار کنم جونه مهتاب. نه نه نه. ناخونات سبز میشه میفهمن تو سبزی رو خورد کردی. خب بفهمن. مگه کار کردن عیبه؟ نه. ولی همه که مثل تو فکر نمیکنن. خب اشتباه میکنن دیگه. باید خیلی دلشون هم بخواد. افتخار باید آدم بکنه که تو خونه کار کنه. مرد و کارش. جان تو. بعدم آدم تو اینجور کارا باید خودش از خودش بدعت بذاره. منظور؟ جون من بذار اینا رو در بیارم. میخوام از این با اینا. اینگار دارم با کچلوار شنا میکنم. بهنام تو رو خدا تمرکز منو به هم نریز. کلی کار دارم، یه عالمه مهمون دارم. من فکر میکنم فقط 3 نفرم. نگو 3 نفرم. چه سخته. مهتاب. وای. نه نه فقط یه سواله. من یه مشکل برام پیش اومده. بفرمایید. یه دقیقه بیا. خیلی برام سوال پیش اومده. این که چه اتفاقی میفته اگه سبزی خورش اندازه سبزی آش خورد بشه؟ هیچی. همه میگن مهتاب بد سلیقه است، تو خورشش سبزی انداخته اندازه یه بنده انگوش. همین. نه 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 اصلا نمیشه این حرفا تحمل که. مسخره میکنی؟ نه دارم ریز میکنم. حالا میتونی؟ ماره بابا خیالت راحت. میتونم سیبنگیم سمرم سنیبن سیبنگیم سمرم سنیبن سیبنگیم تاج سرم الان میتنم. بیا آمین موازم خود باش. هر تو دارید میرید بی خدافزی؟ راستش گفتم خیلی ممنونه این که اجازه دادید با هم دیگه باشیم. خیلی ممنون کاپیتان. یه سفر دریایی پرخاطره. به هر حال یادتون باشه مرخصی و تعطیلات یک هفته است. امیدوارم سر وقت اینجا ببینم. فکر نکنم که زندگی متأهلانه امید تأثیر روی کار متعهدانش داشته باشه کاپیتان. فقط کاپیتان میتونم بپرسم که چرا؟ راستش نمیدونم. شاید یه هدیه عروسی، یه کادو. به هر حال یک دفعه دیگه ازدواجتون رو بهتون تبریک میدم. خداحافظ. خیلی ممنون کاپیتان. خداحافظ. بهترین دوست. خودش بود. مطمئنم خودش بود. بعد از 25 سال زنده خودش بود. خب پای زد زحمت دادی. خداحافظ. قرمه برم میبینم. خداحافظ. پس چرا معطلی مامی؟ الان سرویس میاد. ما میریم مهمانسرای کشتیرانی. فردا صبح هم میریم تهران. سوغاتی ها رو که آوردی؟ آخ یادم رفت. کجا گذاشتی؟ بالا تو کشتی. خیلی خوب بریم برش داریم بیاریم. بریم.
ما چقدر سنگین شده این. نه چمدون سنگین نشد. یا زور من کم شده؟ نه زور تو هم کم نشده. امید امید صبر کن، بگو برای دو قدم را میخوام باربر بگیرم. یواش خیلی بذار لباس گرم که برداشتی. آره خب چطوره؟ به به باورم نمیشه دست پخت تو باشه. میخواستم همه چیز طبق سلیقه خودم باشه فروخانم. یعنی بدون کمک آقا بهنام؟ مردا رو که میشناسین دست به سیاسفید نمیزنن. این بهنام که از همه بدتر و تنبلتر. ای به خشکی شانس. باید میذاشتم تبزیاد اندازه بندنگوش بشه. ماشاءالله عجب گوشای تیزی دارن. البته به موقعش هم سنگین میشه ها. آره اینقدر تدارک دیدین سوقات موقات خبری هست یا نه؟ بهنا والا امید که عادت داره همیشه چیزای عجیب غریب سوقاتی میاره. پس ما چشم امیدمون به عروس خانم باشه ها؟ بهنا زشته جلو فرو خانم با شوخی میکنه. به نظرتون دیر نکردن؟ به 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 سلام. سلام تبریک میگم مبارک باشه چشمتون روشن. بوی قرمه سبزیزم که بلند شد منم گشتگی دارم میمیرم. از این مهتاب خانم اینقدر از دست بخش تعریف کردن که دل پیرمرد بردی. ببینم غیر از قرمه سبزی دیگه چی داریم؟ هرکی سوقاتی میخواد باید تو حمل چمدان کمک کنه. آقا مگه شما همه حرفای ما رو میشنوید؟ همه رو که نه معلومه، فقط حرفای تو آشپزخونه رو. بالاخره یه گوش از خودت تیزتر پیدا کردی. آها من کاپیتان مهراب اخمو توشه. چطوره آقای آجی؟ متشکرم. خوشگشت. سلام خانم. خوشگشت داشتی. سلام آقای آجی. آه اصل خود تو داشته؟ بله خیلی. خب اولین سفر دریایی چطور بود؟ ای بد نبود. بد نبود؟ همه از خودشون برای ما از ها برن سفر دریایی ما خیلی بد نبود. آره ولی تازه فهمیدم کار امید چقدر سخته. آره دست درد نکنه. این سوقاتی موقاتی خرید یعنی رفتین؟ آره آره ولی بیشترش روی آب بودیم. بهنام بود. بس سوقاتی خبری نیست دیگه. من میگم بی خود نهار دادیم. بهنام شوخی میکنه ها، همش تقصیر این قارچاست. هر چیز دل تنگش میخواد میگه.
نه بابا نه اعصابت خرد نشه، این اصلا از اول بچگیش هم عادت داشته بلند بلند فکر می‌کنه. و اما سوغاتی ها، ببین مهندس سوغاتی خریدیم واسه همه البته به سلیقه آرزو. زنده باد دلیلا، هر میدونستم یه چیزی هست اینا نمیخوان بگن. خب این دستکشا رو خریدم مهتاب جان برای تو مخصوص سبزی خرد کردن. خیلی ممنون. سبزی رو که من خورد میکنم. نه تو دلاغ کنم. و اما این سوغاتی چه خوشگله. آره یه جعبه خریدم کار دست برای مادر که اگه دوست داشتن با اون صندوقچه قدیمی عوضش کنم. خب مهندس جانم مهندس بیا بریم کمک کن که سوغاتی مخصوص خودتون. همین کمک حاضری سنگین رو بازه باشه. این دیگه چه سوغاتیه؟ گفتم که امید همیشه آدم ها رو غافلگیر میکنه. بده همین دستکش ها مال ما هایی سیاسه هم مال خودتون. نه نه یومان یومان به این زودی بچه دارم شدن. میرم تنها میرم اون برده